هنوز مدل‌های قدیمی از لندروور در سراسر دنیا تردد دارن. این شرکت خودروسازی با اصالت در انگلیس هم کار می‌کنه، یکی از بهترین سازندگان شاسی بلندهای لوکس و مدل‌های مناسب برای سفرهای خارجی هم حساب میشه. میتونید داف و داخلی بزنید ببرید خارجی استفاده کنید. برای افراد ماجراجو و علاقه‌مند به طبیعت‌گردی در مسیرهای سخت، مثلث جیپ تویوتا لندروور اهمیت بیشتری نسبت به دیگر خودروسازان دنیا دارند. شاید با نگاهی به تاریخ جیپ با بنیانگذار مدل‌های آفرود و دو دیفرانسیل امروزی آشنا بشیم و بدونیم، اما با تحقیق بر مشخصات محصولات مدرن دیگر شرکت‌ها متوجه توانایی و امکانات مختلف در تولیدات سه شرکت آمریکایی، ژاپنی و انگلیسی خواهیم شد. اگر قابلیت‌های فنی و کیفیت رانندگی در مدل‌های متنوع جیپ، تویوتا و لندروور رو فراموش کنیم، لندروور بهترین گزینه برای علاقه‌مندان شاسی بلندهای لوکس و مناسب طبیعت‌گردی با آپشن‌های سفارشیه. با ما همراه باشید، ببینیم که کجا می‌خوایم بریم. قبلش حتما ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدیدمون با خبر بشید. لطفاً قبل از اینکه می‌خواید سابسکرایب کنید، یه لایک بزنید، یه کامنت بذارید، بعد سابسکرایب کنید، چون که یوتیوب یه ذره زرنگ شده، فکر می‌کنه یه دفعه شما رباتی. در ابتدای فعالیت، تک محصول لندروور به عنوان خودروی ساخت شرکت روور انگلستان قابل مقایسه با خودروهای لوکس دنیا نبود، اما به دلیل قابلیت‌های عالی برای تردد در مسیرهای سخت، مورد توجه بازار جهانی و نهادهای مختلف قرار گرفت. نسل‌های اولیه از لندروور که بعدها به نام دیفندر تولید شد، نه تنها عامه مردم بلکه گروه‌های امدادی، پزشکی و نظامی را جلب خودش کرد. پیش از سال‌های 1990 میلادی و حضور قدرتمند تویوتا لند کروز در بازار، لندروور بهترین گزینه برای مناطق صعب العبور و شرایط سخت آب و هوایی محسوب می‌شد. هنوز هم میلیون‌ها دستگاه از مدل‌های قدیمی لندروور در سراسر جهان استفاده می‌شوند، در حالی که بیش از 50 سال قدمت دارد. داستان برند لندروور از اونجایی که با طرحی روی شن شروع شد و پس از 6 دهه به یک برند مستقل با تولیدات متنوع رسید، اهمیت دارد. محصولات مدرن لندروور نمونه‌ای از مهندسی پیشرفته در صنعت خودروسازی دنیا هستند و هر کدوم در کلاس خودش برتری‌های متعددی نسبت به رقبا دارند. لندروور نمونه ای از یک شروع کوچکه که به اتفاقی بزرگ و تاریخ ساز بدل شده. مشهورترین سازنده شاسی بلند در اروپا، برخلاف بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا، توسط یک شخص یا گروهی از سرمایه‌گذاران شروع به کار نکرد. اون چیزی که بهش اشاره خیلی مستقیم شده اینه که لندروور در ابتدا یک محصول وابسته به یک سازنده مستقل بود، اما آنچنان مورد توجه قرار گرفته که با مرور زمان به یک برند و تولید کننده بزرگ تبدیل شده. کارخانه روور در سال 1878 آغاز به کار کرد. اولین محصول این شرکت دوچرخه‌های زنجیردار و موتورسیکلت بود. سال 1912 نخستین خودروی ساختش رو رونمایی کرد. با توجه به تقاضای بسیار بالای مردم برای خرید خودرو در اوایل قرن 20، روور به سرعت رشد کرد و به یکی از برترین خودروسازان انگلستان تبدیل شد. سالهای دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی هم با توسعه روور همراه بود تا این شرکت یکی از غول‌های خودروسازی اروپا در زمان خودش باشه. البته روور هم مثل بسیاری دیگر برندهای انگلیسی فعالیت خودش رو در صنعت خودرو درگیر بحران مالی میدونه و سال 1967 انحلال خودش رو اعلام کرده. گروه خودروسازی روور مجدداً در سال 1986 با ترکیب شرکت‌های روور و ام جی و آستین و لیلاند فعالیت خودشون رو شروع کردند، اما به دلیل ناتوانی از فروش محصولات در سال 2000 برای همیشه به کار خودشون پایان دادن.
در نمایشگاه خودروی آمستردام در سال 1948، حدود یک سال بعد از کشیده شدن طرح موریس ویلکس روی شنهای ولز، لندروور رو نمایی شد. همونطور که مهندسان پروژه و مدیران روور پیشبینی کرده بودند، استقبال خوبی برای این مدل جدید به وجود اومد، به طوری که این تولید فراتر از دیگر محصولات شرکت بود. با این شرایط، ظرفیت تولید کارخانه های روور به لند روور اختصاص داده شد تا در زمانی که کمتر از یک سال بعد اولین شاسی بلند اروپا به 70 کشور جهان هم صادر شد. از همون ابتدا در سراسر دنیا تقاضا برای لندروور وجود داشت و حتی بازار مشکل پسند آمریکا که میزبان جیپ بود به محصول انگلیسی روی خوش نشون داد. این شرایط البته مانع از تلاش مهندسان شرکت روور برای بهبود عملکرد و توسعه لندروور نشد. سال 1950 به روز رسانی مهمی روی نسخه اولیه این محصول شکل گرفت که شامل تغییراتی در سیستم دو دیفرانسیل و ادوات بدنه بود. چراغ‌های اصلی از زیر حفاظ مشبک خارج شدند تا نوردهی بهتری داشته باشند. تمامی مدل‌های لندروور تا سال 1971 که به نام سری 1 و 2 شناخته می‌شدند دارای چراغ‌های نزدیک به جلو پنجره هم هستند. و باز هم اشاره می‌کنیم شرکت لندروور به عنوان یک شرکت خودروسازی در سال 1978 فعالیت خودش را شروع کرد. هرچند گروه صنعتی متشکل از روور و لیلاند سهامدار این برند در زمان تأسیس بودند، لندروور با راه اندازی شرکتی اختصاصی و استقلال مالی و فنی نزدیک شد. مشکلات مالی در کارخانه‌های خودروسازی انگلستان سهامداران لندروور را مجبور به فروش این شرکت کرد. دولت انگلستان و گروه بریتیش ایرسپیس که مالکیت لیلاند و روور را در اختیار داشت، با وجود سوداوری دیفندر و رنج روور تصمیم به خصوصی سازی لندروور گرفتند. این اتفاق برای بسیاری دیگر از شرکت‌های خودروسازی انگلیسی مثل بنتلی و رولز رویز و جگوار نیز اتفاق افتاد. در سال 1994 گروه BMW موفق به خرید سهام روور و شرکت‌های زیرمجموعه آن لند روور شد. مدیران برند آلمانی حاضر به سرمایه‌گذاری سنگین در بخش توسعه لند روور نبودند. علاوه بر این، شرکت فورد که از سال 1990 به مالکیت جگوار رسیده بود، میتوانست سرنوشت بهتری برای لندروور رقم بزند. سرانجام، در سال 2000، حق مالکیت لندروور طی معامله‌ای به ارزش 1.8 میلیارد پوند از BMW به گروه فورد واگذار شد. در آغاز قرن 21، فورد در رأس گروه PAG مالکیت برندهای جگوار، لندرو و استون مارتین، ولوو و لینکلن را در اختیار داشت. در سالهای 2006، هیئت مدیره فورد تصمیم به فروش برندهای غیر آمریکایی گرفت. کمتر از 2 سال بعد، خودروسازان جگوار، لندروور متشکل از هر دو شرکت و کارخانه های زیرمجموعه اونها در ازای 2.3 میلیارد دلار به گروه تاتا موتورز در هندوستان فروخته شدند. از سال 2008 تا کنون جگوار و لندروور تحت مالکیت تاتا فعالیت می کنند. خیلی ممنونیم که تا انتهای این برنامه با ما بودید. مختصری بود درباره داستان برند لندروور، مشهورترین شاسی بلند اروپا. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدیدمون با خبر بشین. قبل از همین کار اول یه کامنت بذارین، لایک کنید، بعد سابسکرایب کنید. لطف میکنید. شب و روزگارتون خوش.